سلام دوستای خوب و بیننده های نازنین چنل تاهیرا و شریف، امیدواریم که حال شما عزیزای دلیم خوب باشه و لبای شما همیشه خندان باشه. در هر کنج دنیا که هستین ایام به کامشون باشه و از هر لحظه زندگی خود کنار عزیزای دل خود لذت ببرین. خوش آمدین دوباره در برنامه تاهیرا و شریف. اما تا که ما در شما قول دادم در ویدیوی قبلی، گفتم هر وقت گرفتم در مقصد خود رسیدم شما عزیزا را از حال احوال خود باخبر مونم. خدا را شکر با دعای خیر شما ما به خیر در مقصد خود رسیدم. در این ویدیو در شما عزیزای دل خود میگم که چرا ما امدم در اسلام آباد. ما بلده زی امدم اسلام آباد که اگر شده پاسپورت بگیرم، وقتی پاسپورت بین خلاص شده ده و اینکه چرا تا نامدم. دوستای خوب و نازنینیم، امید که در ویدیو قبلی هم بله شما گفتم مسافرت از مده دقیقه 90 اتفاق افتاده، قرار نبود که یک دفعه شونه، اما خب یک دفعه شد. به دو دلیل نتونستم شریف جان رو همراه بیارم، یکی که وضعیت را خوب نبود و بیشتر مردا را در راه اذیت مونه، و دومی که اگر شریف جان میمادک همراه از ما باز دوکان بسته بودک و مشتری های از ما سرگردان می شده. انشالله در سفرهای بعدی خو حتما قول میدیم که شریف جان را همراه از خود خو بیرون. خودم بیشتر از همه دلیم بلدش تنگ شده و احساس کنم که یک چیزی کم دارم، چون همیشه همراه شریف هر جای رفتم آنی که تا نامدم بخی یک حسی عجیبی دارم. عزیزای دل آمادیم که وسایل اخرا در اتاق بریم و بعد از او آماده شدیم کم کم بریم طرف سفارت، ببینیم که وضعیت از چی قراره، برای گرفتن پاسپورت چه شرایطی وجود داره، در چی کسای پاسپورت میده و در چی کسای نمیده. امی رقم ما را دنبال کنیم که بریم با هم دیگه سفارت و ببینیم که شرایط از اونجا چیز رقم هست. دیگه ما منال کم کم رایم شوم که بخیر بره، چون اگه بیشتر از این تایم مزایش نه ممکنه که کار ما در یک روز خلاص نشنه و اذیت شونیم. کارهای دولتی یک رقم است که دست خود آدم نیست، اگه دیر برسی ممکنه که اون روز اصلا کار تو انجام نشنه. آماده میشم بیام دیگه باز ما باشیم تا آخر بیننده برنامه از ما باشیم، ببینیم که در چند روزی که مده اینجا هستیم کجاها موریم، چون که بعدشون ویدیو های خیلی قشنگ جور و همچنین از پریخه گرفتن پاسپورت اگر خودم معلومات جدیدی بندیم رسیده حتما بده شما عزیزان بودیم چه شرایطی دیره و چه چیزایی لازم دیره. عزیزای دل مو تازه در اتاق رسیدیم، هوا خیلی سرد بودک، هر کس میگه اسلام آباد یخنیه، ما بلدشون بگیم که کمی از کویته نداره، هرچی که طرف شام نزدیک میشه هوا سردتر میشه، دیگه مت نم نم بارانم مباریدک، خیلی هوا رو دلنگستر کدادک، اما دیگه مو را یخ گشته. دیگه این رقم وضعیت های باشت که ما یک کمک چای بخورم، شاید کم گرم بایی. گشنام هستم، میدم بخیه یه میتا قارقور مونم، نانمانم که نیسته، باری کم نان بیری. حتما وقتی که مورین سفارت یا کاریخ را پر کن بارین یا چیز کار کن یا که قنجقیخ نانمان ببرین در اونجا، چون اونجا اگه چیزایی که پیدا میشه شما دلشون نمیشه بخورین، از لحاظ بهداشتی وضعیت چی مناسب نیستم. دیگه ما ممزو خاطر ایچیز دیل از مون نشون تا نیال گشنا آلاک بود که باید دو اتاق اگو خیل بخری.
خب از بحث خورده خورده که بگذاریم، میخوایم در شما بگیم که امروز روز از ما چیز رقم تیر شد و نتیجه کار از ما در کجا رسیده؟ نم دارم که بگیم متاسفانه یا خوشبختانه مقصد کار از ما نشده، یعنی ما امروز بایومتریک نشدم. نمیفهمم که مشکل در کجا کار بوده. مقصد رفتم تمام مراحل را انجام دادم، دیگه وقتی که نوبت این رسید رفتم داخل، اما کسی که مسئول چکیدن تذکره و پاسپورت بود دان دروازه تذکرم را گرفت، چک کرد، دیگه تذکرم اموتر که باید ترجمه شده بود مهر وزارت خارجه را داشت داشتک، اما اونجی از ما کم اشکال گرفتک، گفت تو چون که تذکره تو مال سال 2021 ما باید مکتوب نوشتک و این رقمه که ما مکتوب نوشتنیم رایمونیم در کابل، دیگه اونا هر وقت که جواب دادن باز ما جواب شده در شما موگه که آیا شما میتونیم قد از این تذکره پاسپورت بگیرین یا نه. این روان تی دو هفته گفت معلوم میشه که ما تا دو هفته نمیتونیم اینجا صبر کنیم، چون کرایه اتاقم خیلی گرانه، اگر که زیاد بمونیم باز خرج از ما بال ماره و بعد از اون ممکنه که امو پولی پس رفتان خودم نداشته شیم. ما گفتم که اگر امکان داره شما زودتر باز ما تماس بگیرین. اونا گفته که دست از ما نیسته، دست وزارته که هر وقت اونا جواب بدیه مکتوب از ما را باز ما در شما احوال میدهیم. گفته که شما اینجا نمیدین پس برگردین در کویچه، باز اینجا ما در شما زنگ میزنیم احوال میدهیم که آیا موشه یا نمشه. خب به هر صورت شاید از این کار یک حکمتی، یک خیری نهفته باشه که مو اش خبر ندارم. چیز زیاد را از دیست ندیدم. خوب شد آمادم اسلام آباد را مشکیدم. یک کم حال و هوای من عوض شد. یک سفرم شده چون به مدت یک و نیم سال بیشتره که مو از کویچه بر نشدم. اینی قصد دلم دیقه از خاطر از اینکه شریف همراهیم نیسته. کاش که شریفم مو بودن که امی چکر را که قرار در اسلام آباد دیشته باشیم با هم دیگه با شما بیننده های عزیز و همچنین شریف جان، کاش که شریف هم در بخیم بوده که با هم دیگه ما رفتیم این چکر را تجربه میکردیم. خیره انشالله وضعیت کم بهتر شنه. اگر که زندگی باقی بود در سفرهای بعدی حتما همراه شریف جان در اسلام آباد نهی و بازم ماری جاهای دیدنیش را با هم دیگه میگیردیم. خب زیاد از مسئله دور نشدیم عزیزای دل. میخوایم بعضی نکات مهمی که بنده گرفتن پاسپورت لازمه را در این ویدیو در شما عزیزا بگیم که شما وقتی من در اینجی بنده گرفتن پاسپورت سرگردان نشدیم. خوب شد امروز ما رفتم بعضی معلومات را گرفتم و همچنین تجربه شد که دفعه دیگر که آمادم چیز خلا را همراه خود داشته باشم. ما بلدشون بگیم بهتره که از ابتدا شروع کنیم، یعنی از اینکه مو اول چیز رو هم در اسلام آباد باید. اما تا که شما خبر دارین وضعیت پاکستان یکم در این روزا میتر نرمال نیسته، شرایط بعد مهاجرا سختتر شده نسبت به گذشته، اما ای که بگی ناممکنه مثلا آدم نمیتونه در اسلام آباد سفر کنه این رقم نیسته. اصلا کسایی که کیسی سازمان دارن که دزبایا شایدش کار نداشتشن و ما خودیم شخصا که ایچ چیز نداشتم مثلا تنیستم باییم در اسلام آباد. قبل از اینکه مو بخوایی در اسلام آباد باییم بعضی ها مگفته که آلی در این روزا شرایط سخت شده، در هر کسی بیلیت نمیدیه، نه هوایی نه زمینی. کسایی که اسلام آباد مره باید حتما مهاجر کارت داشتشن و مهاجر کارتش هم باید تاریخش اکسپایر نشده باشد، امونار بیلیت میدید. دیگه کسایی که چیز نداره اونا که اصلا نمیتونه بره. دیگه ما خودم شخصا رفتیم در مو دفتر بیلیت فروشی مراجعه کردیم، از اونا پرسان کردیم که باید چی مدارک داشته باشیم و کسایی که مدرک نداره آیا اونا میتونن برن یا نه.
او کسی که مسئول دادن بلیت بود دست مو گفته اصلا مهم نیست که مدرک شما تاریخ داشته باشه، یعنی اگه تاریخش گذشته باشه شما میتونی بلیت بگیری. و اینکه کسایی که اصلا مدرکم نداشته باشه فقط یک کارت داشته باشه، یک کارتی که عکس خودش باشه همراه نامشه، تا میتونه با استودنت کارت هم بلیت بگیره. خلاصه ای که با دعای خیر شما عزیزان و بخیر در مقصد رسیدیم. جی نام شکسته جناین فور پیشاور موره که کلن منطقه هزاره نشینه، خیلی اینجا راحت اتاق میده، اما بعض جاها هسته که ممکنه آدم را کمی اذیت کنه و یا پول بگره یا اینکه گیر بده که شما مدرکشون تاریخش گذشته یا که شما چرا مدرک ندارین. ولی اینجا چیز از من پرسان نکرد، خیلی راحت اتاق داده. دیگه اینکه شما باید مدارکشون کامل باشه وقتی من اینجا اینجی مدارک شما شاملی، اما چیزایی که بلده گرفتن پاسپورت لازم داره، مثل خود پاسپورت، یعنی کسایی که میخواید پاسپورت خوره تمدید کنه حتما باید پاسپورت قبلیشی همراهش باشه، یا تذکره، تذکرهشون یا کاغذیه که ترجمه شده وزارته یا تذکره الکترونیکی یا برقی هم. و باید دو یا چهار قطعه عکس هم داشته باشین که عکسشون فرمت چی باید مطابق امزو سایز پاسپورت یا تذکرهشون باشد. اینی چیزا رو شما باید همراه خود در از این سفر داشته باشین. اگر یک دنه از اینام کم باشه خدای نکرده، مثلا اگر شما تذکره اصلی را جای بلین مکوپیش را یا ترجمهش را بیرین، باز اینجا دوچار مشکل میشین. علمی نکات در نظر از من خیلی لازم و مهم بوده که ما بلده شما عزیزا گفتم، امیدواریم که این نکاتی را که ما بلده شما گفتم مفید باشه. و یک نکته دیگه که یاد مماد اینه که وقتی شما اینجا آمدین باید فرم پر کنین. فرم را که پر مونید حتما باید کامپیوتری پر شونه، یعنی نباید قلمی یا دستنویس باشه، چون دستنویس به هیچ وجه سفارت قبول نه. در دو جای شما میتونین فرم را تهیه کنین، یکی دم دروازه سفارت ها، یکی هم چند قدم دورتر، یعنی او طرف خیابانه. اونا فرم را خودگنج دیره، همونجی تذکره اصلیشون را میخواه و همچنین پاسپورتشون را. باز اطلاعات شما را وارد از او فرم مونه به صورت کامپیوتری و بعد از او شما حتما باید اما اطلاعاتی روی تذکره یا پاسپورت خود همراه از فرم سر بدین، یعنی باید تمام چیزایی که شما مثلا گفتین در تذکره یا پاسپورت رو همراه از سر بخره. حتی اسپل نامشون یک حروفش نباید کم باشه، چون اگر کم باشه باز وقتی که بنده شما پاسپورت صادر میشه اونمو رقم اسپلش اشتباه نوشته میشه، باز او بنده شما مشکل ساز میشه که شما باید بنده اسلوی از اون چند روز دیگر رو میتو بورین باین تا بتینین او جور کنین. امزی خاطر حتما بعد از اینکه فرم را پر کدین او رو چک کن، سر بدین همراه امو مدارک خوب. بعد از او از شما عکس میخواید که شما باید عکس خوره دیشته باشین. از قبل باید امو چیزا را شما از کویتک مین همراه خوب بگرین بیرین. و بعد از اینکه فرم پر شد شما باید یک سری کپی رنگی هم از تذکره خوب بگرین که داخل که رفتین بازور از شما پرسان مونه. در قسمت از اینکه شما بخواین چند ساله پاسپورت بگرین یا پاسپورت خود را تمدید کنین، شما دو گزینه دارین، یا میتونین 5 ساله تمدید کنین یا پاسپورت بگرین، یا میتونین 10 ساله بگرین که هر کدامشی 120 دلار هزینه شیه. دلاری را که شما پرداخت مونین دلار آمریکاییه که بهتره وقتی که از کویت حرکت مونین در موجی پسیخ را تبدیل دلار کنین. و در قسمت از این نکته که میگیم خیلی توجه داشته باشین، وقتی که شما دلار را از صراف میگیرین باید دلار خود را حسابی چک کنین که حتی یک نقطه دبلش اضافی نباشه، حتی یک سلاخ یا چریگی نداشته باشه، چون اگر کوچکترین مسئله روی دلار باشه اینج کمادین دوچار مشکل میشین. ما خودم امروز شاهد از این مسئله بودم که یکی از دوستایم بخی کارش پیش رفته، در مرحله پرداخت هزینهش بود که متاسفانه دلار را که
گرفته بود یک کم خیلی اندازه سر سوزن چریکی داشته که او را پس رایی کرد گفته باید بری از نو دلار بگیری دیگه دوگه تا امکان از این نبود که او بار پول خود را تبدیل ده دلار کنه چون صرافی خیلی دوره ده اینجی و کسایی که اولین بار شمایه بلد نیست سرگردان میشه باز خوب بود که پول پاکستانی ده پیشی بود امور برده دیگه اینمی مسئله خیلی مهم عزیزای دلیم حتما توجه خود را در بریزی بیلین که وقتی شما دلار میگرین دلار خود را چک کنین که ایش کدام مشکلی نداشته باشه حتی یک قلم خوردگی داشته شم و نمیگره اینمی چیزایی که در یادین بوده که ما بله شما عزیزا گفتم امیدواریم که در درچون بخورن نکته دیگه ای که در ذهن ما ماد ایه که بعضی از کویچه ثبت نام مونه در سایت یعنی نوبت اینترنتی میگره که باید پاسپورت خود تمدید کنه یا پاسپورت نو بگیره که آلی خوشبختانه این رقم شده کسایی که نوبت هم نگره میتونه بدون نوبت باید در یک روز کارش تمام شده و شما عزیزایی که در کویچه نوبت گرفته میتونین اصلا منتظر نوبت خو نشین نوبت شما ممکنه بلده یک هفته یا 14 روز بعد باشه که تا او زمان خیلی زمان طولانیه شما میتونین بدون نوبت خارج از نوبت باین و در یک روز بایومتریک شدید این مثلا خیلی مهم بود که در ذهنم اماده که خواستم با شما عزیزا به اشتراک بذارم چون خیلی کسا در زیر قسمت هایی که گفتم ممکنه اطلاعات نداشته باشه این اطلاعاتی مفید و جدیدی بود که ما امروز با رفتن در سفاره در دست آوردم و خواستم که در شما هم بگیم درسته که ما کار از خودم پیش نرفته بایومتریک نشدم اما خوب شد که این اطلاعات را در دست آوردم امیدواریم که تمام نکته های مهم را همراه شما گفته باشم و در درچون بخره و اگر شما علمی چیزایی را که گفتم علمی مدارک را همراه خودشته باشین در یک روز اینجی کارهایشون تمام میشه اگر یک دانشم ناقص باشه متاسفانه دیگه کارشون بلده چند روز یا چند هفته دیگه مونه و اگر شما به اندازه کافی پول همراه خود نداشته باشین در اینجی ددشت مونین از خاطر از این ددشت مونین که اینجی تقریبا موشه گفت که حواله های خارجی قبول نن پس نکته دیگه که شما باید حتما داشت توجه کنین اینه که پول به اندازه کافی همراه خود بیرین اگر که خرج شد خرج شد اگر نشد که پس مبرین همراه خود ولی بدون پیسه نیم و یک نکته در قسمت پرکیدون فرم بود که ما اینگر تازه در یاد مماد ایه که در اون طرف خیابان که بلدشم فرم پرمونه 800 کلدار شما میگره اگر که در دان دروازه پر کنه 1000 شما میگره اینی هم در قسمتی هزینه پر کردنی فرم بوده که ما در یاد ما مانده که بلدشم گفتم دیگه خیلی یادم نمیه اینمی چیزا بود که صادقانه خواستم بلدشم بگیم چرا که احساس منم این اطلاعات را باید هر فرد بدانه تا خدای نکرده وقتی اینجی میه دوچاری مشکل نشنن مثلا کارشی بهبوده نشنن مخصوصا کسایی که عجله را اینجی باید سرگردان شنه باز دوباره بره کارش پیش نره این رقم نشنن گپای از مو اینجی خلاص نمشه آلی که بزن ما بایومتریک نشتم قراره که بریم چند جای دیدنی اسلام آباد را با هم بینگرنیم دیگه دزی سفر میخواییم که خوشی های سفر خود را همراه شما شریک کنم دیگه از زیبایی های اسلام آباد در شما بگیم جاهای جدید و مقبولش را در شما نشو بدیم میخواییم اما خواست که در من خوش بگذره در شما و شریف جانم خوش بگذره پس دزی سفر همراه از من باشین ویدیوها را از دست ندیم قراره که یک عالم حس خوب را با هم دیگه تجربه کنیم وقت شما عزیزا را زیاد نمیگرم شما را در خدای بزرگ میسپارم در ویدیوهای بعدی حتما ما را همراهی کن ما هم چای خوب بخورم که چای بخی یخ شد